سلام دوستان، امروز میخوام این سوژه رو کار کنم. سعی میکنم از تم رنگی بنفش برای دور دستم استفاده بکنم. حالا یه آسمون روشن براش انتخاب بکنم. میخوام آسمون روشنی داشته باشم. اینجا یه مقدار از جامبلریانت استفاده میکنم، یه مقدار تم آبی اولترامارین برای آسمونم، نشون بدم. خوبه. حالا توی دوردست از رنگ اوکر میتونم استفاده کنم. اینجاها که انعکاس نور رو روی سر شاخه ها، سر درخت ها نشون بدم اینجا، و برای دوردستم از تم پرمننت وایلت استفاده میکنم و یه مقدار با بلو پیل ترکیبش میکنم برای نشون دادن دور دست. خب این میتونم هم حالت شاخه ها رو نشون بدم توی دور دست. از این رنگ بنفش استفاده میکنم. برایت وایلت میتونم برای سر شاخه ها، اینجاها که یه مقدار میتونه نور بیشتری خورده باشه، استفاده میکنم. خب حالا از رنگ میتونم کادمیوم اورنج استفاده بکنم. اینجاها این مقدار روشنایی نشون بدم برای درختان. خوبه. بیشتر با خطوط، با ترکیب رنگا حجما رو نشون میدم، جزئیات رو الان اضافه نمی کنم به تابلو. خب بیام باز از بنفش اینجا استفاده کنم. فکر میکنم بنفش اینجا خوب باشه. از سبز وردیان هم میتونم به این قسمت درخت ها اضافه بکنم اینجا ها. خوبه. اینجا از وایلت میشه استفاده کرد، از لاوندر ببخشید، و چند تا حالت خونه رو اینجا نشون بدم. کلبه هایی که توی دور دست هست. خوبه. فکر میکنم تا اینجا خوب اومدم. یه مقدار بافته گرمم اینجا برای درخت نشون بدم، از پایرول اورنج میتونم اینجا استفاده کنم و بافت به وجود بیارم. این بیشتر حرکت فرم قلم و چرخش قلم و ترکیب رنگ و کنار هم دیگه. جزئیات میگم، جزئیات ندارم.
فقط بافت نشون میدم با این حرکت. خوبه. خب دوستان بیام یه سری درخت رو اینجا اجرا بکنم. تم رنگی بنفشه برای نشون دادن شاخه ها. وقتی این درخت اجرا بشه خیلی این حجم، این حجم رنگی که گذاشتیم معنا و مفهوم بهتری میگیره با حالت فرم شاخه ها رو و درخت های دور دست ها خیلی خوب میتونیم با این حرکت نشون بدیم. ولی باید با حوصله حرکت شاخه ها و درخت ها رو بکشیم، فرمشون رو، دوری نزدیکی تن درخت ها، اینا رو باید بتونیم نشون بدیم. درخت هایی که دورن میتونن شاخه های کم رنگ تری داشته باشن، درخت هایی که نزدیک ترن حالت شاخه ها تیره تر میشه، به این صورت میتونیم دوری نزدیکی رو نشون بدیم. من فیلم رو قطع میکنم که بتونم جزئیات رو برای درخت ها بهتر بکشم، وقت شما رو نگیرم و بعد مجدد ادامه بدم با شما. خب دوستان یه مقدار شاخه های روشنم اینجا نشون بدم، تن درخت های روشن. میتونم تم رنگی که استفاده میکنم از جامبلریانت باشه، یه مقدار اوکر میتونم استفاده بکنم و حالت شاخه های روشن رو اینجا ها نشون بدم. یه مقدار باید حوصله داشته باشین برای اجرای این شاخه ها که بتونید عمق تابلو رو با این روشنه‌ای که میذارین نشون بدید. بعضی شاخه ها و تنه درخت ها میتونن تو انعکاس نور، توی تیرگی یه سری شاخه های روشن ها بتونیم ببینیم. اینا رو داریم اجرا میکنیم. خب دوستان بعد هم نمیاد این قسمت یه سایه بذارم و حالت یه رودخونه رو اینجا نشون بدم. اینجا اجازه بدین یه رنگ پرمننت گرین بذارم برای این قسمت تابلون تا بهتر متوجه بشیم. اینجا رو من میخوام، این قسمت رو میخوام یه حالت رودخونه نشون بدم. خب از یلو گرین هم میتونم استفاده بکنم. یه مقدار حالت سبزش رو به این صورت. و اینجا ها میتونم یه مقدار
لاوندر اضافه کنم. یا میتونید اینجا رد بلو استفاده بکنید. خب این هم از این قسمت. اینجا چند تا خونه باشه و اینجا هم که بیام سبزی های درخت ها رو اینجا نشون بدم. خب بعد فکر میکنم یه مقدار بعد تم اوکرم اینجا اضافه کنم که یه پلن با وجود بیارم. خوبه. دوستان یه مقدار اینجا بدم نمیاد از تم کادمیوم اورنج استفاده کنم یا از تم اوکر استفاده کنم. اینجا یه مقدار من حالت سرسبزی رو اینجا نشون بدم و انعکاس نور آبم میتونم یه مقدار از رنگ فرنش اولترامارین و یا یه مقدار از رنگ ترکیب شده برایت وایولت میتونید تم بنفش میتونید اینجا یه مقدار انعکاس نشون بدید، سایه توی آب رو نشون بدید. خوبه. حالا بیام سر وقت این خونه هایی که اینجا هست. خب بیام یه سری روشنایی برای روی دیوار این خونه ها انتخاب کنم، کلبه ها و میتونم سقف کلبه ها رو روشن نگه دارم. فکر میکنم روشن باشه بد نیست. از تم بنفش و آبی اولترامارین میتونم یه مقدار سایه به وجود بیارم برای کلبه ها. ترکیب بنفش با سبز این تیرگی رو میده. خب یه مقدار اینجا بافت به وجود بیارم. حالا یه مقدار آب میپاشم به سطح قطره‌ای و
مقدار بافت به وجود بیارم، میتونم هم یه مقدار از رنگ اوکر یا کادمیوم اورنج استفاده کنم، اینجاها یه مقدار روشنایی روی سبزی ها داشته باشیم. خب خوبه. خب بعدم نمیاد اینجا روی سقف شیروانی این کلبه رو یه مقدار رنگ متفاوت بذارم از پایرال اورنج میتونم استفاده کنم و سایه بنفش برای نشون دادن حجم این کلبه. حتی این یکی هم نمیدونم سقف این کلبرم رنگ بذارم یا اینکه بدنه این کلبر رو فکر میکنم رنگ بذارم بهتره. و یه حجم خوبی ازش نشون بدیم. حالا این کلبه رو دیگه میتونم با همین تم رنگی که هست نشونش بدم، فقط سایه هاشو بهتر نشون بدم. خب اینم از این. خب دوستان بیام اینجا این حالت درختی که اینجا هست رو اجرا کنم و اینجا این درخت رو و شاخه هاش رو به این صورت نشون بدم. تم رنگی که هست از بنفش استفاده کردم برای نشون دادن درخت. حالا حالتهای شاخه ها رو اینجا با حوصله اجرا بکنم. خب دوستان اینجا یه سری فرم نشون بدم بقیه پلن نزدیکمون اینجا تیرک ها رو بذارم، نرده ها رو بذارم و یه مقدار حالت شاخه ها و بوته هایی که اینجا هست. خب
تیر چراغ برق هم داریم که میتونم اینجاها ازش استفاده کنم. برای این کلبه هایی که اینجا هست دوستان یه مقدار روی این کار من ظریف کاری انجام دادم و دیگه فکر میکنم که کافی باشه. اینم از این کار. ببینید که این سوژه با این تم رنگی تبدیل به این آب رنگ شد. امیدوارم که از این کار لذت برده باشین. خدا نگهدار.